تجزیه میشن به مونومرهای سازندشون. خب اما بچه‌های خوب و گل و عزیز دقت کنید، عوامل افزایش دهنده و کاهش دهنده سطح جذب چیا هستن؟ ببینید، مجموعه چین‌ها، پرزها و ریز پرزها در سطح داخلی روده باریک در تماس با، بگید، کیموس. دقت کن. مجموعه این عواملی که بهتون گفتم، خب این عوامل در تماس هستن با کیموس. این عوامل میتونن باعث هم افزایش بشن هم کاهش بشن. چطوری؟ ببینید، اگر چین‌ها، اگر پرزها، اگر ریز پرزها زیاد بشه، خب سطح جذب چی میشه بچه ها؟ بیشتر میشه. خب اگر این عوامل کم بشه، خب سطح جذب هم به تبع کم خواهد شد. اما بیماری سلیاک در اثر تخریب یاخته‌های روده ایجاد میشه. خب آقای گلباز، اگر یاخته‌های روده تخریب بشه، خب سطح جذب هم چی میشه؟ کمتر میشه. و علت تخریب هم پروتئین گندم و جو هست که همون بحث گلوتن بود. اما بچه ها، فراورده های حاصل از گوارش چربی ها گفته بودیم بهتون که وارد، عرض کنم که مورک های لنفی پرز می شود، وارد مورک های لنفی می شود. خب اما اگر بخواییم در مورد شکل یک صحبت خوب داشته باشیم با هم دیگه، ببینید، این در واقع برشیست از روده که من در واقع مخاط، بافت پیوندی، لایه های عضلانی و لایه بیرونی رو اینجا یک بار میبینم. یک سری چین هایی میبینم که این چین های حلقوی است، کارشون افزایش سطح جذب هست. میام در واقع داخل تر و من یک سری در واقع چین های حلقوی رو میبینم اینجا. این همشون چین های حلقوی هستن بچه‌ها. خب هر کدوم از این در واقع چین های حلقوی، البته این شکل همون در واقع زوم شده در واقع روده هست، این همون لایه بیرونی است، لایه های عضلانی، بافت پیوندی، این قسمتی که در داخلش وجود داره، و عرض کنم خدمتتون که اینا همشون در واقع پرز هستن. اینا همشون در واقع چی هستن؟ پرز هستند. خب بچه ها، پس چی شد؟ چین حلقوی، میاییم میرسیم به در واقع بحث پرزها. خب و من اگر بخوام این پرز رو زوم کنم و بررسی کنم، من یک سری یاخته میبینم اینجا، خب در این بحث پرز، که یاخته پوششی دارای ریز پرز هست. یعنی چین حلقوی، پرز، ریز پرز. ریز پرز در واقع برجستگی های قشای یاخته های پوششی هست که با سطح جذب رو بیشتر میکنند. در داخل یک پرز من هم در واقع شبکه مورگی، قسمت سخرگی، قسمت سیاه رگی میبینم، هم رگ لنفی میبینم بچه ها. خب ببینید بچه ها، شبکه مورگی پرز رو میبینم اینجا. خب یاخته های ترشح کننده این سفیدا، خب یاخته های ترشح کننده ماده مخاطی هستند که وظیفهشون تولید و ترشح موسین هست که با آب ترکیب میشد، میشد موکوز. این مورگ لنفی هست که کارشون جذب چربی ها و ویتامین های محلول در چربی است. یک سری ما قدرت میبینیم که کارشون در واقع ترشح برخی مواد هست. و در انتها من یک سری یاخته میبینم که کارشون ترشح هورمون هست. حالا کدوم هورمون؟ الان بهتون میگم. خب عرض کنم که من در بحث پرز، خب یک سری یاخته های عضلانی هم میبینم و اینکه جذب گلوکوز و آمینو اسید. خب بچه ها، جذب گلوکوز و آمینو اسید ها به چه صورتی صورت میگیره؟ ببینید، بیشتر انرژی سلول های بدن از شکستن گلوکوز حاصل میشه. یعنی ما ببینید کربوهیدرات ها رو، خب که وارد فضای گوارشی میکنیم، توسط آنزیم هایی که بهتون گفتم، اینا تبدیل میشن به، در نهایت تبدیل میشه به گلوکوز در فضای روده. این گلوکوز جذب میشه، وارد جریان خون میشه، در نهایت وارد سلول ها میشه. خب وارد سلول هایی که شد،
این بحث در واقع گلوکوز با اکسیژن ترکیب میشه و در نهایت ATP حاصل میشه. منظور از این انرژی همون این ATP است. خب بچه ها، جذب گلوکوز